به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال اینفو خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. امرالله صالح، مارشال محمد قاسم فهیم، رئیس جمهور افغانستان دکتر محمد اشرف غنی احترام عمیق به شخصیت مارشال فقید کشور دارد و بهتر و بیشتر از هر کاندید دیگر نقش او را در ایجاد نظام پس از طالبان از آن نموده و ارج می‌گذارد. مارشال صاحب در جمع ما نیست و خلای نبود او در افغانستان احساس می‌گردد. استفاده از نام او و تحریف حرف‌های رئیس جمهور به خاطر ایجاد نفاق در جامعه کار کوچک است. آخرین جمله‌ای که میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و زنده‌یاد مارشال محمد قاسم فهیم گفته شده بود این است که ای کاش ما یک دیگر را زودتر و بهتر درک می‌کردیم تا توسعه افغانستان سریع و ثبات مستحکم ایجاد می‌گردید. روح مارشال صاحب شاد و یادش گرامی باد. بزرگترین هدیه مارشال صاحب به این کشور ایجاد روحیه همدیگر پذیری و وحدت ملی بود و هست. واکنش آگاهان اقتصادی به خاطر اختلافات میان حکومت افغانستان و کمک کنندگان بین المللی. رئیس بانک جهانی به تازگی در افغانستان از وجود اختلاف ها میان حکومت افغانستان و کمک کنندگان بزرگ خارجی به این کشور خبر داد. با گزارش سپوتنیک به نقل از خبرگزاری جمهور، ویلیام برت رئیس بانک جهانی ریشه این اختلافات را ارائه یک جانبه پیشنهادها برای بهبود اقتصادی افغانستان از سوی رئیس جمهور در نشست های جهانی و تغییرات ناگهانی در وزارت های کلیدی از جمله مالیات، تجارت و معدن و پترولیم از سوی رئیس جمهور می داند. او این تغییرات را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اصلاحات نه بل اقدامات سیاسی می خواند. روتال مل به این باور است که طی 18 سال گذشته بانک جهانی کمک های زیادی به دولت افغانستان کرده است، ولی این حکومت نتوانسته است از این کمک ها برای رشد اقتصادی افغانستان استفاده کند. او افزود بی‌توجهی دولت افغانستان به مصرف کمک های خارجی تاثیرات بسیار منفی بالای حکومت گذاشته است. با وضعیت پیش آمده حکومت آینده افغانستان برای 2 سال قربانی این بی‌اعتمادی شده و نمیتوانند از کمک های خارجی بهره مند شوند. در امین حال استاد سیف الدین سیحون استاد دانشگاه کابل و آگاه امور اقتصادی به میگوید بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دیدگاه حکومت آمریکا را عملی میکنند. او اظهار داشت در حال حاضر میان حکومت افغانستان و دولت آمریکا تفاوت دیدگاه و تضاد منافع وجود دارد. در شرایط ممکن است که بانک جهانی و صندوق پول بالای حکومت فشار به وجود بیاورند و به طور قاطع افغانستان را تحریم نخواهند کرد. این در حالی است که 3 روز قبل مقامات وزارت خارجه آمریکا به دلیل ناکامی و فساد اداری حکومت وحدت ملی 160 میلیون دلار را که برای پروژه انرژی در افغانستان اختصاص داده بود لغو کرد. افشاگری یک روزنامه بریتانی از ثروت افسانه‌ای حامد کرزی. آریانا نیوز، روزنامه بریتانیایی دیلی میل مدعی شده است که حامد کرزی یکی از بزرگترین امپراتوران مالی دبی است. روزنامه بریتانی دیلی میل با نشر گزارش مدعی شده که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین یکی از سرمایه گذارترین و برترین دبی است. او در حالی که رئیس جمهور ملک فقیر بوده بیشترین ثروت را برای خود و خانواده‌اش اندوخته است. روزنامه بریتانی دیلی میل با نشر گزارش مدعی شده که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور یکی از بزرگترین امپراتوران مالی دبی است. دیلی میل که در این گزارش حامد کرزی را به فساد متهم کرده است نوشته است مجموعه ارزش املاک مربوط به اعضای خانواده حامد کرزی در دبی به 90 میلیون پوند میرسد. این خبر در حال توسط این روزنامه بریتانیایی نشر شده که دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور پیشین افغانستان تا کنون واکنشی به آن نشان نداده است. در سال 2016 نیز یک روزنامه به اسم People Wait Money 10 سیاستمدار پردرآمد جهان را معرفی کرده بود که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشورمان در این رده‌بندی جایگاه نخست را داشت. بر اساس گزارش این روزنامه که در سال 2016 نشر شده بود، حامد کرزی به طور میانگین 82 میلیون دلار سالانه به دست آورده است و حدود 245 میلیون دلار سرمایه دارد.
همچنین وبسایت اینترنتی میدیا مست نیز سال گذشته با نشر گزارش رئیس جمهوری پیشین کشورمان را به حیث ثروتمندترین سیاستمدار جهان معرفی کرده بود که دفتر کرزی آن را رد کرده و کذب دانسته. بنابر ادعای میدیا مست، تنها سرمایه شخصی رئیس جمهور پیشین کشورمان مبلغ 245 میلیون دلار و همچنین درآمد سالانه کرزی از ماه مارچ سال 2015 الی مارچ 2016 82 میلیون دلار بوده است. چند مقام وزارت مخابرات به اتهام فساد به دادستانی کل معرفی شدند. سخنگوی وزارت مخابرات میگوید که این افراد به اتهام جعل و تزویر در پروژه نکسای دو به ارزش 15 میلیون افغانی به دادستانی کل معرفی شدند. به گزارش اسپوتنیک، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی اعلام کرده است که مقام های این وزارت در سطح رئیس به فساد و تزویر در پروژه اینترنتی به دادستانی کل معرفی شدند. آقای نوابی نمیخواهد نام افراد را فاش بسازد و نمیتواند تا پیش از حکم دادگاه نامهای آنها را به اشتراک بگذارد. به گفته او در این پروژه یک شرکت بدون حضور دیگر شرکت برنده اعلام شده است و برگه های نرخگیری نیز از سوی این افراد دستکاری شده است. در همین سوال سخنگوی این وزارت میافزاید که از توزیع 20,000 سیم کارت سلام به طور غیر قانونی توزیع میشد جلوگیری نموده است و پرونده های این افراد که در این کار غیر قانونی دست داشتند به دادستانی کل فرستاده شده است. آقای نوابی اضافه کرد که همکنون چندین پرونده دیگر نیز تحت کارهای هیئت بررسی وزارت مخابرات قرار دارد. دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن محتویات بعدی این کانال می باشیم. این بود ویدیو امروزی. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددکار همه ایتان.